معترضان الجزایری از مدت‌ها پیش شعاری به نام برکت را سرلوحه اعتراضاتشان قرار داده بودند. این لغت در زبان عربی به معنی کافی و بس هم استفاده می‌شود و مراد از آن مخالفت با نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه برای چهارمین بار است. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر که 77 سال دارد به دلیل سکته قلبیش در سال پیش حتی یک بار نیز شخصاً در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکرده است. گفته می شود که آقای بوتفلیقه قادر به راه رفتن نیست، اما عبدالمالک سلال نخست وزیر پیشین الجزایر که به نیابت از او در مبارزات انتخاباتی شرکت کرده می گوید این حرف شایعه بیش نیست و رئیس جمهوری تنها نیاز به استراحت بیشتری دارد. علی بن فلیس نخست وزیر اسبق و یکی از نامزدهای مخالفان در جریان مبارزات انتخاباتی نظام سیاسی الجزیره را به فئودالیته و تسلط گروه کوچکی بر آن تشبیه کرده بود. اما بسیاری از شهروندان الجزایری که جنگ داخلی دو دهه پیش را به یاد دارند و از تکرار حوادث یمن و سوریه در کشورشان وحشت دارند، آقای بوتفلیقه را نماد ثبات و آرامش می دانند. من به بوتفلیقه رأی میدم چون بقیه نامزدها به دنبال ایجاد خشونت و نارامی هستند. ما هم میدونیم که فساد هست و بعضی ها دزدی میکنند، اما بهتر از جنگ و خونریزی است. برخی از الجزایری ها به ویژه جوانان شهری نیز پیش از شروع رأی گیری آن را به نمایشی مضحک تشبیه کردند. هیچ کس رأی نمیدهد. نتیجه این بالماسک از قبل معلوم است. این انتخابات نیست و شخصا رأی نمیدهم. بلافاصله بعد از اعلام نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، علاوه بر تعدادی از احزاب و گروه‌ها، اکثر نامزدها نیز از جمله ژنرالی به نام موهاند بالا انصرافشان را اعلام کردند. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.